شبتان بخیر، امیدوار هستم از هر جایی که بیننده ما هستین خوب صحتمند و سرحال باشین. روزهای گرم تابستانی را هم بخیر و خوبی سپری کنین. گرچه بسیاری از دوستا پایشان تا به سرحد شفاخانه هم رسیده، من یک تیر و بیر شدم از پیش شفاخانه، صدای می گرفته یک بیخی معلوم است از آیسکریم خوردن زیاد است. علایمش هست دیگه. علایمش هست. امیدوار هستم خوب باشین و از بیماری های تابستانی هم در امان باشین، همچنان از خوردن زیاد آیسکریم هم در امان باشین. گشن زیاد مزه دار است، ما گلی مفتاد به خاطر خوردن زیادش. خب آیسکریم خیلی زیاد خورده بودم. خب به خاطر و ما بسرت بسیار مرموز این موضوع رساندم که شما چی داری. موضوع را مطمئن هستم که بیننده ما گرفتن. سلام دارم خدمت تمام شما عزیزانی که وقتتان را اختصاص دادین به ما، برنامه امشب را بیننده هستین. امشب می‌خوایم درباره آیسکریم صحبت بکنیم. موضوع برنامه ما آیسکریم است. فصل گرماست، فصلی است که دیگه بازار شیریخ آیسکریم گرم از دمی وقت سال. در همون قسمی که بیننده های عزیز ما هم میبینن، ما امشب مهمان خیلی نازنین و عزیزی داریم. آیسکریم آوردن، آیسکریم های بسیار مزه‌دار با ظرف های بسیار مقبول، کاجو و پسته و بادام و هزار یک چیز دیگه هم هست. بله. امشب میخواین که هم در رابطه با آیسکریم صحبت کنن و هم برای مهمانان ما و البته ما خیر است که گلوندر دست بکنن. بله، پذیرایی کنن، آیس کریم سرویس کنن. دقیقاً. بیشتر رامین جان صحبت خواهد کرد. مسعود جان استاد بخش آیس کریم است. سلام به خودت. سلام. وقتت بخیر، خیلی خوش اومدی به برنامه. خوش باشین، نباش. قربانت، خیلی خوشحال شدم که هستی در برنامه. تشکر. و دو مهمان عزیز دیگه هم دارم. یلدا جان، سید محمد توفیق مدیر همی رستوران و شیریخ پزی و آیس کریم فروشی است و نوید جان استاد شیریخ است. امشب می‌خوایم صحبت بکنم امرایشان. خیلی خوب است. من امیدوارم واقعا صحبت کنی که مصروف شیریخ خوردن نشوی. با خودت هم نگاه میکنیم مقصد ما. خب من دوستا شاید فکر میکنن وقتی که من بیرون میشم حتما میرم. من نمیرم، من بکستیج میباشم. اگه هر وقتم میرفتم حالا نمیرم، به خاطر که گپ شیریخ آیس کریم است، گلریش نازک است. نه با خودت هم 100% میمونی. یلا جان، من هم دعوت میکنم از مهمانای عزیز ما که تشریف بیارن صحبت داشته باشیم. من پای صحبتاتون خواهد بودم ان شاء الله. شما را می داشته باشیم جناب سید محمد توفیق و نوید جان. دعوت میکنم که تشریف بیارن و صحبت داشته باشیم. سلام. السلام علیکم. خیلی خوش اومدید. شبتون بخیر. خوب هستین ان شاء الله. بفرمایید. صحت مند باشید. خوش اومدید. سلام. خیر هستید جان. سلام. خیلی خوش اومدید. خیلی خوشحال هستم که شما رو دارم در برنامه. اگر سلام علیک هست با بینندای ما، کمره ما در خدمت. اول سلام با شما، با برنامه امشب، با عمل بینندایش، با تمام بینندای تلویزیون طلوع سلام عرض میکنم. خدا کنه همه گی جور و صحت و سلامت باشین. سلامت باشین. شما هم خیلی خوش آمدین نوید جان. اول سلام خود خدمت شما یلدا جان و تمام همکاران شما، بعد ببینین دای محترم خودیم بگم سلامت باشین. من از این لحجه تان فهمیدم که از هرات آمدین شما. بله. من لحجه هراتی رو بسیار دوست دارم. شیریخ و آیس کریم کار شما است. بله. و در این فصل سال فصلی است که کاربارتان رونق بیشتر. بله. میگیره. از کاربارتان شروع میکنیم، چطور است؟ راضی هستین؟ شکر است، تشکر، زنده باشین. فضل خدا ما دیگه تقریبا یک مدت دو ماه میشه که کار شروع کردیم در کابل. آجی صاحب ما که هست بخیر، خودش از ایرات هست و خواست که می شیریخ و آیس کریم و جوس ایرات در کابل بخیر برای مردم ما و شما مطرح بسازه. قبلا یعنی در ایرات فعالیت داشتین شما در این بخش؟ بله. چند سال؟ آجی صاحب خودش اونجا پیش از ما دیگه دکان داشتن. خواه. که نوید جان اونجا در رس بودن کار پیش می بودن و اینجا هم که بخیر کار شروع کردیم. دیگه نوید جان که تو ما همکار است، اینجا کار پیش می بریم. استاد کار شیریخ و بخش جوس ما نوید جان است. خب مسعود جان اون پیشتر خودتان ذکر کردیم در بخش آیس کریم است. ان شاء الله روی کارشون صحبت می داشته باشیم. چند نوع آیس کریم داریم، چند نوع شیریخ شما آماده می سازین. کدام تفاوت هست بین آیس کریم یا شیریخ هرات تا کابل؟ بله بله، زیاد تفاوت است. چه تفاوتی است؟ شیریخ هرات که از کلن از شیر و ما سر شیر میگیم شما قیماق از جور میشه و کلن تفاوت داره دیگه. در بین چارمغز داره و بادام داره و پسته داره و فرق میکنه. بله. قیمتایش هم شاید فرق کنه دیگه، اونجا شاید یک ذره قیمت تر باشه. قیمتایش هم یک ذره فرق میکنه. بله. مردم در کابل عادت کردن میاین پیشتون، مشتری دارین یا نه؟ بله بله، مشتری داریم دیگه، تو کم کم دیگه کار راه افتاده. تقریبا از ما تقریبا دو ماه میشه هنوز فعال کردیم. شکر خدا خوب شده. خیلی خوب. فصل گرما است دیگه، همگی ضرورت هم دارن که بله بله یگان چیز سرد نوش جان بکنن. مسعود جان، چند نوع آیس کریم خودت آماده می‌سازید؟ آیس کریم فروشی که ما فعلا 4 نوع آیس کریم دارم. 4 نوع؟ بله.
کدام نوه هست؟ یعنی کلش؟ فعلا اینجا دو نوه شواردیم که طعم قیموق هست و طعم ام. میتونیم ببینیمش؟ اینجا آوردین؟ خیلی خوب. آجی صاحب، فامیلا بیشتر میاین یا همه گی مجردی میاین اونجا فقط یک دانه میگیرن؟ نه، خدا فامیلا بیشتر میاین. ما خب بخاطر فامیلا بسیار جای مناسب را جور کردیم. خب. ساحه سبز هم داریم بس طرف شب برای فامیلا و دیگه سالون فامیلی ما بسیار سیف و مقبول و خوبش است برای فامیلا، بسیار آزاد و منظم. دیگه انشالله تعالی به خیر که یک بار شیریخ ما یا جوس ما را هر هموطن ما که تست میکنه بار دوم با 5-6 نفر 10 نفر دیگه میمون میاد دیگه. نام خدا. آجی صاحب زیاد تعریف کردین به خدا، بخی عوض کردم که ما یک دفعه باید آزمایش بکنم امو شیریخ و آیس کریم هرات. اینجا هوردن اردوش است، هر دو نواست. بله بله، اردوش هم اینجا حاضر است. خب از اینکه آیس کریم برای شما معلوم است که هوا گرم است، ما در پشت صحنه آماده کردیم، در داخل فریزر اینجا ماندیم که خدا نرم نکنه. بسیار خوب. و شیریخ ما براتون معلوم است که در ماشین جور میشه، در دکان هم در فریزرها پس از ماشین آماده میشه، از طریق فریزر سرویس میشه باز. بسیار خوب. این نوید جان که سرویس جور کرد شما باز میبینین از نزدیک. بسیار خوب. نوید جان زحمت هم میشه دیگه، بخشش باشه. نوید جان در خدمتتون هستم. بسیار مشتاق هستم ببینم که چه تفاوتایی از بین آیس کریم و شیریخ هرات تا اینجا. بله بله بله، ان شاء الله که اگر ببینین بخیر. حاجی صاحب از او اختابر ما بگوین، از جوانی های خودتان بگوین، چقدر شور و شوق بودک نیدم اون زمان؟ بله کودکی بسیار شور و شوق میباشه که آیس کریم باید بخورین. بسیار شور و شوق داشتیم. ما در قندوز بدیم صاحب، آب و هوای قندوز خب برای شما معلوم است که به اندازه گرم است. بسیار گرم است. دیگه اونجا ما همیشه دیگه مروج است آیس کریم و شیریخ. شیریخ پزای زیف است اونجا. و دیگه باز دیگه مجرد ها که رفتیم دیگه از کل چیز دور شدیم. دور شدیم دیگه. بله. خب یک سوال در ذهن ما آمد، چرا شما وقتی سر و کارتان با آیس کریم و شیریخ هست چرا به ولایت های نمیرین که زیاد گرم است؟ اونجا خب طبیعتا مشتری هم زیادتر میباشه دیگه. بله فعلا بیشتر براتون عرض کردم که حاجی صاحب ما خودش اصل از ایرات است. خب گفت در کابل هم فرهنگ ایرات اگر ما مطرح کنم باز بخیر ان شاء الله در مزار و قندوز اینجا امکانات هست که باز ما خیلی پلان بوده دیگه. پلان بگیریم. بله فعلا به خاطر کابل گفت بعضی که پایتخت است، نفوس ما شما اینجا شکر زیافتر است، اگر به خیر کار شروع کنیم باز بعدا به خیر ان شاء الله. ان شاء الله که میشه بعدی دیگه خدا میشه و روز فکر نمی کنم هیچ ولایت به اندازه کابل گرم باشه. یا هست بسیار گرم است. بسیار کابل خود گرم است، بسیار گرم شده کابل به اندازه گرم است. خب خدا من رحم کنه دیگه، باش که چقدر میوه های خوشکم بهش اضافه کرد. نوید جان دیگه. نوید جان چی چیزا رو اضافه کردی به ما بگو. فعلا که بادام، کاجور، چارمغز، پسته. باز قیمت از اینا چند میه حاجی صاحب اگر یک دونه از شیریخ ها را همین چیزی رو که آماده ساختن؟ همین شیریخ را فعلا نوید جان آماده میکنی به نام شیریخ مخصوص ماست. خب 150 افغانی نرخش است. در حس 250 قیمتش است، 40% ما تخفیف داریم. خب این 40% از کی است؟ نامزد نه برای کل مشتریای ما، از اینکه دکانم نو است و امسال گفتیم بخیر تا آخر سال تا آخر سیزن به 40% تخفیف پیش میدیم. حاجی صاحب بدون شیریخ و جوس و آیس کریم کدام پلان دیگه هم هست؟ پلان های بعدی ما بخیر است، بعدی دیگه انشالله یک رستوران در پلان است، به اینکه ما جای زیاف داریم اینجا. خواه خواه خواه. جای داریم بخیر که یک نان و گبسخن برگر و چیزها رو آماده کنیم. از این باید برای خودتان معلوم است که هوای کابل که گرمیش کم شد باز شیریخ بازارش یک ذره ضعیفتر میشه. نه به خاطر من این سوال پرسان کردم که باز هوا کم کم سرد شده بره کارتون شد کم رنگتر شده بره. از همون خاطر دیگه رستوران در پولیش در پلان است بخیر. به زمستان. به زمستان. خب. دیگه ببینیم سپورت به خدا. باز در او وقت سوپ شروع میکنین؟ سوپ حتما کت نان میباشه دیگه. سهر چیز انشاءالله باز بخیر. میبینن میاین از نزدیک انشالله حتما مزایمتان میشیم حاجی صاحب. خب اینا رسیدیم به بخش شیرین برنامه. بله بله بله، بخشی که ما باید که شیریخ و امتحانش کنیم. بسیار تشکر نوی جان، قربانت، سلامت. خب من اول از آیس کریم بگیرم. آیس کریم هم دو طعم هست همینجا نی؟ بله ها، طعم ام است و طعم شیری ساده وانیل و ام. بسیار مزه دار است بخدا. نوش جانتان. از این یک لغمه که من گرفتم فهمیدم که تمام چیزایی که هست خالص است. نوش جان. از شیرش گرفته تا سرشیر و قیماق و همه چیزش وطنی و خالص است.
انشاءالله نوید جان در بخش جوس هم دیگه جوس های جور میکنه که فعلا در کابل نیست. خو بله همیشه شعار شمیز از جوسش ناوردین کلام زد شعار شمیز که میگه ما چلنج بتن در جوس هر کس که چلنج بیتا ما آزر هستم. خو بسیار جوس های خوبش جور میکنه سر میاییم انشاءالله مزایمش میشیم بخیر ما در خدمت. بسیار زیاد تشکر از اینکه دعوت ما رو قبول کردین اومدین به برنامه ما. زنده باشید. امیدوار هستم که کاربرتون رونق بیشتر بگیره. لطف شماست. هوا گرم نشه اما کارتون خوب باشه. باشه. چون از گرمی هم اگه دیگه شکایت داره در این روز. سلامت باشین. تشکر از شما. اگر پیامی هست، گفتنی هست، ببینندای ما میخواین بگوین بفرمایید. اول تشکر از شما. قربان. که ما رو دعوت کردین به برنامه شیرینتان. سلامت باشید. و تمام بیننده‌ها از شما تشکری میکنیم که ما را از طریق پردای تلفن خود تلویزیون خود میبینن. دیگه از شما خواهش میکنیم ما در خدمت شما هستیم همیشه بیان. دوکان ما، رستورانت ما همیشه در خدمت دوستای ماست. به خیر باشین. ما در خدمت شما هستیم همیشه کامیاب و سربلند باشین. آرزوی موفقیت دارم. قربانتان. شما خیلی خوش آمدید. زنده باشید. بسیار تشکر. سلام. حضورتون در برنامه. یک دنیا تشکر. رفت و برگشت کوتاهی داریم برنامه امشب ادامه داره. تشکر از حمایت کننده برنامه ما. اگر میخواین فکر توانمند، ذهن هوشمند و زندگی صحتمند داشته باشید، پس انرژی قوی، صحی و نفیس پارتی را فراموش نکنید. امیدوارم شما هم از پارتی انرژی درینگ لذت ببرید. مهمان دارم و مهمان عزیزی، خانم شاپیرای رنجبر، قصه های شیرینی دارن از آیس کریم خوردن های دوری جوانی. بله. تا فعلا دیگه ماشاءالله همشون صحبت خواهد کردیم. بله. خانم رنجبر شبتان بخیر، خوش اومدید. شکر شما هم چنان خوش باشین. بخیر اومدین. بخیر باشین. یک سلام بر خودتان، یک سلام به بینندای تلویزیون طلوعی که تلویزیون طلوع یک هزار در جهان کسن، در جای کسن، در گوشی دنیا کسن که ما رو تماشا میکنن. یک سلام سرد بگوین به خاطر که گرمی زیاد است. گرمی زیاد است. سرد سرد که برشان تقدیم میکنم. سلام آیس کریمی. آیس کریمی میشیر یخی. آیس کریمی میشیر یخی شد خانم رنجبر. شما کدام شه خوش دارین؟ والا مردی چه خوش دارم. من یک آدمی هست به کبر است مرد که این پیش آمد خوش آمد مقصد نامش خوردنی باشه. خب؟ آه والا. نه باز اگه انتخاب کنین؟ اگه انتخاب کنیم والا شیریخ بختی کم قیمتی است. شیریخ خوش دارین؟ ما امشب مهمان نازنینی از هرات داشتیم که البته کابل هستن و همون قسمی که شما دیدین آیس کریم و شیریخ بسیار خوبش تیار میکردن. سلام بر خودشان. بسیار زیاد خوش شدیم که اینا را از نزدیک دیدیم. همراه شیریخ یک جا. همراه شیریخشان. بخاطر که روی شیریخ و همی آیس کریم زیاد زیاد بر من نازک مالو میشه. از خاطر آوالا. هم تو در گوشتان زد که شیریخ روش زیاد نازک است. زیاد نازک است. خانم رنجبر، از خاطرات دوره آیس کریم خانه رفتنتان قصه کنین. والا خاطرات دوره آیس کریم خانه هم مطمئنن رفتین دیگه. زیاد به اندازه. ما قدر سرشار و سرشوق بودم، باور به خدا کنین که همی پدرم هم از یاد دوپا میکردم، میگفتم پدر جان، میگفت میتونم کل سودای خانه تخو میارم، همی حق همی پیسی خرچی مره خوباته. بازی که میگه بر بچیم سودا کاری باقی مانده ش از تو. باز اگر من میگفت تو بر یک سیر بیار، من او را میرزم سه چارک یا نیم سیر میآوردم که باش یال پای پیسه زیاد بر ما بانه، غم خودم میخوردم دیگه. بازم هر چیز که دلم میشد میخوردم میگرفتم دیگه، شب بر خود پت میکردم، حتی در جراب خود میماندم که مادرم اگر دسکال ما بپاله بگویه نیست پیسه خلاص شد، در جراب میماندم وقت دیگه روزای خود فکر میکردم آینده من. باز یه روز بیاد رکم گیریم کرد، گفت مادر گفت فی چالاکا میبینی چی میکنه، گفت در جراب خود پیسه را میمانه، آیس کریم که میایه میره آیس کریم میخره، در گرمی چرا جراب میپوشه نازک نازک، در قف پای خود پیسه میمانه. خوب چیزا متوجه شده بوده. دیگه با همیشه زیاد این کاره خود من سرشار و سرشوق بودم واقعیت. در جوانی ها هم در جوانی از خود تره که تام جوانی تام پیرمی قسم هستم. ما خب وقتی که من بسیار خرد بودم، کودک بودم، یادم میاد که مثلا وقتی آیس کریم خانه بازار که میرفتیم که باز آیس کریم نمیخورد کی میشد دیگه. نمیشد. باز خانما مثلا امرای چادری میآمدن. بله. چهار پنج تایی گروهی یک گوشگک آیس کریم خانه میشیشتن دیگه، و آهنگای احمد زایر که از آیس کریم خانه پخش میشد تا بال یادم هست. بله بله. خب وقتش بود میموندن دیگه. میموندن. باز یک گوشگک میشیشتن آیس کریم میخوردن. او هم کلش درپگی. ما هم امشب شما را بی شیریخ نمیمانیم. بله. مهمانای عزیز ما که همراه خود شیریخ آوردن، دیگه اگر لطف کنین مهمان ما رو به شیریخ نمانین امشب. والا کاش کمی شما یک زنگ میزین میتین روز روز شیریخ و اسکریم است، من یخچال در یک داله موتر انداخته می آوردم. مقصد این فریزر هم میشه که ببرم کتی خود اگه اینا ما اجازه دادن. خود رست دسته غم همکار پشتنر کلگیره بخوریم. بله بله.
مقصد ما هنوز نخوردیم. غم مرم بخوریم. خب پشتدگار چی میکنیم؟ ما تو که خوردیم پشتدگار نگرد. یا ما خودت گرفتم میبریم. درست است آه درست است. خیلی یک موتر زنگ بزنم که ساد کنه. کمی در این برنامه اینا رو یک جای مصروف بسازین که چای بتین یا یخ بتینش که من میفریزه رو بگیرم و برم بخیر دیگه سن خانه خود. و خدا خانم شاپیره اگه تو میشد نی؟ شاید عالمه و خودت هم کد میمانه یک جای دیگر را گب میداد خدا میره کی میزد تا باله والا مره که از گب دادن نمیره خب. در خوردن و واقعیت به بچی شیریه خیلی مرتان جون منتظر هستم دلم تو چپه و راسته میشه این حال از دل ما بیاین که پیشتر رامین جان اینجا نوش جان میکرد من از پشت صحنه سیل داشتم باش چیره خوش دارم خب از این بادام زیاد با نگذره بخاطر میذار کم حوصله هستم که حوصله پیدا کنم این شیریه خب مثلا با چندی گفتم ایشن؟ این شیریه خب ما که هست شیریه خب مخصوص هست خب این قیمتش 250 افغانی هست باز ما 40% تخفیف دادیم 150 100 روپا شده 150 150 بله خب میبخشید نمی مر خوب صحیح نمی حالا چک کنین ببینین بشناسین نکنم وقت ما اومدم شیریه خوردن باز دیگه پیسه میستن نیست هر وقت بین ما بخدمت شکر زنده باشید خب جای شناسایی هست نی؟ شناسایی هست جای پارتی بازی و این آدم آشنا پیدا کنه آشنا پیدا کنه و هم خصوصا در این سال در این سال چه قسم یک گرمی فوق العاده است قدم به قدم بری دل زوف میکنه تشکر زنده باشی دستتان درد نکنه یک روز طرف چیز میرفتم بازار میرفتم آیسکریم فروشی بخی دور بود از پیشم از یاد دور بود یک چند دانه بچه بود آیسکریم گرفته بود لسیده میرفت لسیده میرفت هم یک شست پاریم تیر شد گفتم او بچه بست نیزی که شو به مبتی صدوم سعی که اگه خاله میخوری گفتم نه بر کلش خوری یک بسکیت شما نه چیش بخورم خانم شاپیرای راست بگینده دوری نامزادی بله سرشورتان چقدر شیریه خوردی حالا در دوره نامزدی به خدا وقت بگویی که خصیص بازی کردن؟ ندادن تا نه به خدا سرمه او میخورد آه نه آه به خدا یعنی هیچ موفق نشدی؟ نه والا نه نه هیچ موفق نشدی میچ میرفت شیریخ میخورد با چی میگو والا بیککم در خانه مونده میفتم برو خیر من خدا رو مرخ میفهم که پیسای پدرم پیشم هست باز میگفتم چند شده میگفت تو مرد تو بچه میگه چند پا خوبتی کچ قشد باز من میتونم باقی ماندش باز در بالا جیبی خود میمان میرفت پس پیش در دوری نامزدی در دوری نامزدی بله سعی کنین بیندای عزیز حالا اینقدر امی آقایان یا پسرا یعنی میشرمن نی اگه کچان پیسه نباشه خب به هیچ عنوان از خانم نمیخواین والا میخواین حالا میخواین آنه میالا میخوای باور به خدای تو نکنین دو روز پیش هم شوهر ما بردیم خودم شیر یخ دادیم رفت در شیر یخ فروشی فهمیدیم که لب دانش کشال شد که پیسه یعنی نیست گفتم پیش ما از برو برای تو شیر یخ بخو مخصر شیر یخ بخو وقتی که شیر یخ خورد دو خو مردم لغمان هستن زیاد چالاک هستن اگر نیخ پیسه داره هست کارای لغمانی خود زد مفتم برو مام دختر چاردیستم دیگه خو خیر امروز لیاز دیگه امی امروز لیازت امروز لیازت چند سال از عروسی تیر شد؟ از عروسی تقریبا یک 25 سال 30 سال تیر شده 25 سال 30 سال؟ بله اینه 25 سال 30 سال شیریه خطه جانتان زده خانم رنج بر بار اول بود که زده جانم خب؟ قیاد تره که این میمانمش خب شما پس نوش جان کنین برای مهمان ما بگوین که مزهش چطور است که زحمت کشیدن زحمت زیاد کشید تو باش کس کجای زیمه بخورم حالا واقعیت مزه دار واقعیت دار عاد قمیش بر ما آدرس بگوین دیگه من نمیفهم که ده کجا از هر جای باشم میایم میگم آدرس پشت صحنه حتما آدرسش رو بگیرین یک کار کنین خانم رنج بر. بله یک عکس جورایی هم بگیرین امرای اسمتان ببخشید امرای نوید جان و آجی صاحب بله. که ثبوت شوه بله 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 بخیص... اونجا میرم خوب است که دیم شیری یخ میخورم که گفت پیسه بده عکس نشان میتم میگم یادم برتون پیسه میده بگید ما شما میمان نبودی میمان بودیم ما چقدر زحمت کشیدم از کجا تا کجا اومدم چقدر تعریف کردم چی بختر خوردن چقدر تعریف کردم ما یه چیزی میگم خانم رنج بر همیشه بله. یادتان شاید بوده باشه که آیس کریم خانه که میرفتیم باز آیس کریم که میداد سرش یک دو خطا ککاو هم منداخت نی؟ ککاو هم منداخت یک قسم دیگه میده خیلی جوانی بادیان از کوبیدگی اون پستیش هست فکر کنم نه و یک قسم دیگه بود رنگ رنگه بود باز از نما میگرفت منداخت یا ما خود بودیم ما رو بازی میداد
از همه کمانداغ بازگستان از این سر یک منچ خیلی مقبول سر که دیزاین کرده جا خیلی مقبول است اون ناریال در صورتی بود که پیسید بالا بود باز از اون منداغ باز در خانه که میرتم باز مادرم چی میگم میگه فو جوان امرک شایی یه جوانی بادیان هم یکو بطر بازی میتو تو هر وقت بیه بخاطر که تو میری آیسکریم میخری مقصد اینمی اسرت در دلم امان که با یک دفعه امی آیسکریم که برمه میتن بله. در امی کودکی یک دو خطک نمنداختن امور میگتم کاش زیاد بندازن آلی که جیلگه که انداختی گفتی از دیزاین است امی در دلم گشت کاش امیر زیاد منداختن خب نمیشه که امیر یک کار کنیم که می چی کنیم که موشو دوزی میکنیم زیاد خود ما بس بنداختیم نمیشه او که از بردنی استیم بس فریزه رو میبریم آه خب به از میبریم مال مزنگ هم زدم موتر میایه خب اینا را کل را گره در یک جای ببرین اینجا گرمی هم نکنه گرمی شنم یا برشان چا یا برشان او یخ که ما تو فقط دیگه بخریدیم گه کار اینجا خواه برنامه هست من مصروف برنامه میگیرمشان گپ میزنیم آجی صاحب نوید جان دگه دوست داره شما زحمت چه بکشین باز فقط هم که شما آدرس خودتون رو باز مرا بدین درسته بخی درسته یک معامله گک شونی حالا من چه زحمت بکشم خیر مخانه نمیبم دم یگان گوشای سرک استاد میشم خودت با زنگ میگیرم این بیا دیگه که چی کنیم صحیح صحیح بسیار زیاد تشکر خانم رنجبر واقعا لذت بردم از صحبت کردن با شما صحبت هایتان به اندازه شیری اخ نوید جان شیرین شما همچنان شیرین قربانتان زنده باشین نوید جان از خودتون تشکر شکر زنده باشین و دوستای عزیز از شما هم تشکر امیدوار هستم با دیدن این شیریخ و آیس کریم دلتان آب نشده باشه و اگر دلتان آب شده باشه امیدوار هستم حداقل بتانین فردا که صبح شد بتانین یک شیریخ و آیس کریم مزه‌دار بخورین حالا هم یک رفت و برگشت کوتاه داریم دوباره برمیگردیم برنامه امشب ادامه داره اگر میخواین ذهن هوشمند، فکر توانمند و زندگی صحتمند داشته باشین، پس انرژی قوی و صحی و نفیس پارتی را از یاد نبرین. همیشه نوشجان بکنین و سرحال باشین. تشکر میکنم از حمایت کننده مالی برنامه که ما را حمایت میکنه. رسیدیم به بخش چیگپا. یلدا جان در بخش آیسکریم چیگپا است. والا دیگه در بخش آیسکریم گپاز گپای شیرین شیرین است. کلش ککو است. یخ یخ. وانیل است دیگه چی است؟ گلاب، زعفران، شیر بله برمیگردیم روی تاریخ چش این که خب حتما از یک جای سرمنشأ گرفته که تا به اینجا رسیده و تحولاتی را داشته بله دوستای عزیز شیریخ در افغانستان بستنی در ایران و یخماس در تاجیکستان یه اسمایی است که در همین کشورهای همسایه ما و داخل کشور استفاده میشه یخماس یخماس ماست هم میمونن که یخ شوه ماست نه ماست ماست خب تی نداره آخرش خب 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 شیر یخماس یخماس خب تک دفت تاجیکستان برو خوب است که یاد بگیرم من یک خوردنی منجمد شده و مزه‌دار است یخ که گفته شامل حداقل 10% چربی شیر میباشه و این 10% چربی تا 16% هم تغییر میکنه و گفته آیس کریمایی که فعلا مصرف میکنن چه داخل کشور چه مثلا همسایه های ما گفته تا 14% چربی شیر داره بیشتری هایشان هم خامه داره ما هر کدام شیرینی اخیری که گپ میزنه باز گلونم یک سلفگگ میایه خب اون مزهش را احساس میکنی باز گلون تام نه به خاطر که از اثر از امو گرفته شدنی برم یاداوری میکنه بله و بالا اینا خامه میریزن قیماق بله دیگه قیماق خامه تم دهنده میریزن مثل همین وانیل گلاب، زعفران و اما اولین کارخانه صنعتی که آیس کریم داشته در سال 1851 در اگه اسمش من درست تلفظ کنم مریلند بوده خب یا مریلند است یا مریلند است دیگه دوستا ببخشید اگه من اشتباه تلفظ کردم مریلند اولین کارخانه آیس کریم سازی بله اولین کارخانه صنعتی آیس کریم سازی که در سال 1851 بوده مریلند بوده و معروف ترین آیس کریم ها را می ساخته و حالا اگه بیایم قدمت تاریخیش را ببینیم بله. گفته بر اساس شواهد تاریخی اسکندر مقدونی در قرن چهارم قبل از میلاد به نوشیدنی های یخ علاقه زیادی داشته و در سال 62 قبل از میلاد نورون امپراتوری روم افرادش را روان میکرده به کوهستان های آپنین که برش یخ و برف بیارن بعد این یخ و برف را همراه عسل، بوره و بعضی شربت های دیگه مخلوط میکرده و نوشجان میکرده شبیه یک دسر در امپراتوری ایران هم مردم فشرده یا به انگور بالای همین یخ یا برف میریختن یک نوشیدنی خنک مزه‌دار یخ جور میکردن که رفته رفته دیگه آیس کریم امروزی شده و حالا نخستین مغازه که آیس کریم میفروخته در آمریکا در نیویورک
در سال 1776 شروع به کار کرده و بعدش هم مهاجران آمریکایی اولین کسانی بودند که آمدن اصطلاح آیس کریم را به کار بردن. کریم یخ زده. کریم یخ زده. اگه کریم هم خب اصطلاح انگلیسی است، نال بر کریم چه استفاده میکنی؟ نداریم واژه. واژه نداریم، بله. آمدن اصطلاح آیس کریم را استفاده کردن. و همین آیس کریم ها تا فعلا از اون زمان تا فعلا انواع گوناگونی داره. سنتی هست، ایتالیایی هست، میوه‌ای است، ملک شیک و بستنی ها یا آیس کریم های یخی. بله، بعضی جان ککوی هست، بعضی هایش هم یخی هست. نظر به سلیقه ها فرق میکنه دیگه. فرق میکنه، بله دیگه. حالا قدامتش در چین. برمیگرده و 4000 سال قبل. یک نوع از این دسرها را با قرار دادن سنگ نمک و برف در جداره ظروف، فکر کنم همین شیریخ خودمون میشه دیگه، در اطراف ظروف میموندن. بله، سنگ نمک قرار میدادن، کد برف و یک شربت هم داخل ظرف منداختن که جور میکردن به عنوان یک همون شیریخ خودمون میشه دیگه. شیریخ خودمون میشه، فقط با این تفاوت که بعضی وقتا اینا برنج کاملا پخته شده را همراه با بعضی ادویه های شیرین داخل برف منداختن. خودت آیس کریم های دو قلو را دیده بودی؟ دوگانگی نمیگم بخاطر که کسی دنام دوگانگی نمشناسه یا آیس کریم ها را. آیس کریم دو قلو همگی میگن. دو تا چوب داشت. خورده بودم. خورده بودی. من فکر میکردم، اتو فکر میکردم که اگه از او بگیرم او زیادتر است. اما قدر نمیفهمید. چون دو تا چوب داره. چون دو تا چوب داره فکر میکردم او زیادتر داره. اما اندازش یکی از من نظرم نیست. بله، دوستان اگه عکسش را هم در روی صفحه بندازن، آیس کریم های دو قلو که دو تا چوب داره، بله دوستان میتونن ببینن. حالا اینو میگیریم، میخوام در موردش صحبت کنم کی آیس کریم های دو قلو یا دو تا چوب دارن از کجا سرمنشأ گرفت. بله، پس از اتمام جنگ جهانی دوم مردم شدیداً دچار افسردگی شدند. مردم اروپا شدیداً دچار افسردگی شدند و شدیداً دچار کمبود مواد غذایی شدند. بعد آمدن این آیس کریم های دو قلو را ساختن که راحت ای جدا شوه، دو تقسیم شوه و تو بتانی با کس دیگه شریکش بسازی و همراهش دوست شوی، از افسردگی بیرون شوی. و بیشتر این کار را برای اطفال کرده بودند که اطفال راحت بتانن با تقسیم کردن یک آیس کریم بین یک دیگه خود همو افسردگی بینشان را از بین ببرن، محبتشان بیشتر شود، محبتشان بیشتر شود و بین خود دوستی ایجاد کنن. یعنی فکر کن مردم اروپا از یک آیس کریم به چه چیزایی فکر میکردن. چقدر خوب، به خدا من هیچ وقت از این دیدگاه ندیده بودم به این آیس کریم ها. خب تو از این ولی حسابی سرمنشأ گرفته بود. آیس کریم دو قلو یا آیس کریم دوگانگی که من بسیار علاقه مندش هم بودم. از خاطراتم اگر بگو امرام اینجا هم سرش لط خوردیم، سر همی آیس کریم سر آیس کریم دو قلو، هم گریه کردیم هم بالاخره خریدیم بر خودم. چون یک کمی قیمتش بالاتر بود نسبت به آیس کریم های تک. باز ولی گفتی خودت احساس میکردم زیاد است. باز گپ چورکان که شبه باز مزهش دو برابر میشه که یکی در دستت باشه که مصروف خوردن یکیش باشه که دیگه بیای چورش کنه او دیگه مزه. نه دیگه چور نکنه. من این کار کردیم به او خاطر گفتم. خودت چور کردی؟ خوب شد که راست همینجا فاش کردی. یک چیز جالب دیگه رامین، اگه متوجه شده باشی امشب در بخش چیگپ هایی مطل نگفتی. آه به خدا تو پیش برو، خیر از مطل ها میایه. خلاص شد. خلاص شد. خلاص شد. دوستان عزیز امیدوار هستم لذت برده باشین و مثل آیس کریم در این فصل گرما همیشه سرد و سرد باشین. یک طنز بسیار خوب داریم از گروه طنز ما رامین جان که همین آیس کریم خوردن در این فصل گرما رو میخواد بر ما به نمایش بگذاره. بچهای تیم تئاتر ما. بله. اجرای بسیار خوب و مطمئنا انتقادی است. دقیقاً اجرایی که می داشته باشن بسیار پرمعناست و امیدوار هستم شما هم با دقت ببینین، معنایش رو بگیرین و در زندگیتون استفاده بکنین و امیدوار هستم که شما هم خوشتان بیاید. و بله دیگه ما بریم اونا بیاین. بله، اجرا رو با هم میبینیم در ادامه با شما. هو بچه بیار گفت بیار قوتی و بسکیتا بیار تیز بیا که خلاص کرد مشتری داره. ای خلیفه نه نه خور دم نه چی کنم چی کنم بیا دا فرقم بالا شو صدا کو بزور بیار نفره که داش کریم خانم صحیح شمر کم بزور بیار بی بشین یخو یا گرم داغ گرم داغ بشین یا خود او لو دا شیر یخم داغ بوده که گرم داغ صدا چی بگم خلیفه صدا کو شیر یخ سالنگی بیا بخوره بشیر یخ سالنگی بی 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 شیر یخ سالنگی بگیرن شیر یخ سالنگی لا او لو دا او گیا کل کت کل شل پول ما گیرو برو از قولش بگی بیا برو حتی کل شل پول ما گیرو اومده از قولش بگی بیا از قولش
جور بخیر خلیفه، خوب هستی؟ چی رقم آیس کریم هستی؟ چی هستی؟ چی هست؟ سلام علیکم. سلام. چی رقم آیس کریم هستی؟ چی رقم آیس کریم هست؟ ای را سای کری ای را یاو هست یا آیس کریم هست؟ خدا زده دا ای وقت انسان دفته و بون یاو میشه ای خواه آیس کریم هست خیاو نشه چی هم شوه؟ ای بدر حال دگه وقتا چرا او نمیشد کال یاو میشه؟ سرمه اربوز مربوز تنه خواهد من ایر از من نگرفتی برو از همی تو گرفته می بدر سابق که بوده که توری که میکدی نمیفته تال سای که میفته شربت میدره و مدادی ای آسکی یاو شده دی وقت انسان بانید اگر میاو میشه مزیشه به چشم مزیشه چی میکنی که اوست یا یخ ای بدر قربان شما سابق که بود خوب کیفیت داشت خوب مزد میداد خوب سای آیس کریم بود حال ایره سای که ای دان تو بیمزه است دان تو سای کوره چقدر خوب بچه از قرار استاده است دان تو بیمزه است مزه آیس کریم مر نمیفهمی فخی که تو مرا وردی تو گفت تعریف کردی قبل من تعریف کردی بیگه من دقیقه من برمت که آیس کریم سای که چی بود؟ شرماندی ما که تازی آیس کریم پیش میمان بینی ما را بریدی اصلا تو آیس کریم خور نیستی تو هم آیس کریم خور نیستی او هم از آیس کریم خانه ما خدا میری از کجا گرفتین سرمه می برو گفتم برو خدا موری از کدام آیس کریم تو تا آیس کریم فروش نیستی برو الهی ما کن خدا موری از کدام آیس کریم خانه گرفتی آمدی سرمه نا ما آیس کریم فروش های رشخو را بد کدی ما آیس کریم میتم کل رشخو را از ما آیس کریم میخوره بیشی نه بیا خواه رش اطلاع رو تو آمده آیس کریم بروشی میکنم از این کده جوش بخوریم خوب است تو حساب ما خراب نکو که میو حساب ما را خراب کردن از قولش بگی بیا گفتم از قولش بگی بیا که کار بار خر از قولش بیا مزنه میتن ای های زرانی زرانی لارو لارو جوانی رفت نیست فیش شدیم چه رقم شیر یخ میخوردیم ای چه کیف میگه شیر یخ های 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 ای در جوانی یک پاکت نصفار منداختی مالا قوتی قوتی نصفار نصفار سب نصفار نارنجی باسکتی نصفار سیا یک جه گڑ بڑا ای های چه اسکریم ای بود چی شریخ ای بود هر شریخ صدا میکد که مرا نوش جان کو دا کاسه کلان کلان شریخ چی اکیسی میکد او او بچه تا بیبی اگر چه امو شیری یک خوال آقا آمده باشه بچه بگو بگو باری پدر کلان ما یک کاسه که شیری یک همین تو کیفناک شیری یک ای آیس کریم جان آیس کریم آیس کریم جان آیس کریم بابی دندان آیس کریم سرش که چای بخوری بمی دستی آیس کریم سرش که چای بخوری با می دستی آیس کریم صدقیت شوم آیس کریم بسکیت تزنوری چشمیم آیس کریم جان آیس کریم ای نه پدر برد آیس کریم آورده چی وقت بجانه بجانه پدر چی وقت شاعر شدی تو حالا شاعر هستی یا مایر اینه میره که آیس کریم که بخوری پدر جان تو هم شاعر میشی خب نه یعنی ای از برکت آیس کریم تو شاعری بسیار فوق العاده شاعری بود خوبش بود یا نه پدر بسیار خوبش بود بسیار ببوید هم بسیار خوب شاعری میکرد ببوید خو یادت هست ما مادرت تقریبا یعنی از پیدایش تو بسیار خورترک بودی مادرت هم میبرد شریخ خورده خو یک رقم ناناش نبودی تو شریخ میخورد شرب شرب حالا ما رسیم که بیادر قدم شریخ خلا شد ما خب ما به در قند برای آیس کریم ماندیم خجالت برای آیس کریم ماندیم خب اگر نیم وقت شیری خواب بود ها شیری خواب بود جاله بود فالوده بود فالوده حالا به در قند میگی به در آیس کریم ما ایتاج آیس کریم شدیم وقت شیری خواب چی کردی بابا که ایتاج آیس کریم شدی؟ ها؟ اونو برکت ها رفت های که به در ابو برکت هایی که بود هنه بیا برکت ها بیا که یک چند قاشق بود تو باید باش کریم بیا دندان های منیز جان پدر خراب نشه با قاشق پاک بود قاشق پاک بود قاشق پاک است که مقصد دان خود مشکل نداشته باشه پدر جان تو بگی تو از این خاندان های قدیمی که دایش کریم خانه میخواندی نه یک خاندان خوب بکن از آهنگای سابق؟ از آهنگای سابق، از دوران شیریخ از دوران شیریخ یک آهنگ بخون و آهنگای اندی بود دیگه میری جو کاری کاری ایک زنزیر باری
درو کیرند و بنا زن تصویر بنی هه هه او هه هه او آی بچه ای راست چه برد بگویم ایش مزه نداد گفتم که در این وقت اسکریمش ایش مزه هم کرد نیست بریم دوکان جانان پذر خوب از شیریخ های قدیمی یک دانه بخوریم شه جانان شیریخ نداشته باشه نه شیریخ داره مگم با یک شرط که در سر چی؟ سر شیریخ چای نخوری آه. چرا؟ چای که بخوری با دیگه توی خوری یک حال میکنی یک حال میکنی خب بریم بریم در دوکان جانان یک خوب یک تایی شیریخ میتون بیا بیا پدر جان بیا با یاد ببوید میریم بیا با یاد ببوید به ادامه برنامه امشب خوش آمدین. خیلی سپاس از اینکه با ما هستین. وقتش رسیده که نظریات هموطنای ما رو هم داشته باشین. یلدا جان، این که کدام ولایت شیریخ و آیسکریم مزه‌دار داره؟ من فعلا از کابل چشیدم و از هرات پیشتر چشیدم، بسیار مزه‌دارم بود. بله و همچنان نگفتن اما نه، خب چاریکار و مزار هم مزه‌دار دارن شیریخ و آیسکریم. بله و خب بریم نظریت شهروندان رو ببینیم، مردم سطح شهر ما در رابطه با خوردن یک خوردنی سرد در هوای گرم نظرشون چیست. من مطمئن هستم کسی نیست که بگه من دوست ندارم، همگی دوست دارن. بریم نظریات رو ببینیم. سلام، وقتتان بخیر. سلام، وقت شما بخیر. سلامت باشی، میشه خود معرفی کنی؟ صفی اولا هستم، باشنده کابل. علی محمد، ولایت بدخشان، فعلا باشنده کابل. زاهد عمرخیل هستم، باشنده کابل. ریان هستم، باشنده کابل. موضوع ما در رابطه با آیسکریم است، ولی اول برام بگو که چند سال هستی و مصروف چی کار بار؟ 19 ساله هستم، فعلا دیگه متعلم هستم. ما که هستم 40 ساله هستم. 26 ساله هستم، فعلا بیکار هستم. 18 ساله هستم، متعلم هستم. در این هوای گرم تابستان خود چه آیسکریم میخوری؟ والا هوا گرم است، وجود انسان آیسکریم نیازمند است دیگه، زیاد نخوریم. زیاد آیسکریم میخورم، هفته نیست که ما آیسکریم نخورم. طبعا نگه گرمی است و بعد از وقت میبرایم بیرون یک آیسکریم خوردن میریم. آیسکریم دیگه شاخش ندارم، خوش ندارم آیسکریم بخورم، تنها اگه باشم میخورم. به نظر خود آیسکریم خوردن سن سال مشخص داره؟ نه خیر دیگه، آیسکریم خوردن سن سال مشخص نداره دیگه، من بعد کودکاس هم بعد جوان سالا هم بعد پیرا. نه والا آیسکریم شما خوب است، هر کس خورد کلان بچه ها کسی کم علاقه زیاد دارن، باز زیاد بسیار شیرین است. نه خیر سین سال نداره آیسکریم خوردن، هر وقت هر کس میتونه میتونه خورده، هر کس خوشش بیاید میخوره، کس خوشش نبیاید نمیخوره. از چند سال بهتر خود آیسکریم میخوری؟ از وقت دسته چپ راست نشناتیم میخورم آیسکریم تمیانه. ما تو که میشناسم خود آیسکریم خورده رایستو. والا دیگه از روشتکی یادم هست ما آیسکریم میخوریم دیگه تاله. سنش تاله دیگه حساب نکردیم چند سال میشه از این طفولیت میخوریم دیگه، کلان کشدیم اینقدر زیاد شرخش ندارم. بیشترین تعداد آیسکریمی که خوردی چند دانه بوده در یک روز؟ در یک روز بیشترین 5 تا خوردیم. در یک روز 3 دفعه هم خوردم آیسکریم. زیادتر 3 دانه خوردیم. 3 تا زیاد نخوردیم، 3 تا خوردیم. نهایت 3 دانه بوده؟ 3 دانه بوده، بله. تشکر بسیار زیاد. سلامت باشین. سلام درنو لیدونکو، زه یوسف علی په لپکتیا د خبرونې دې برخې ته هرکلی کوم. نن د اوړي له موسم سره په تړلې یو موضوع خبرې کوو، هغه آیس کریم دسې. د اوړي په موسم کې زموږ هیوادوال ترې ډېر استفاده کوي، او د ګرمۍ په موسم کې زموږ د څو تنو هیوادوالو خبرې په دې باندې اورو. نام مې ندا جان د پکتیا ولایت نه. دا زموږ کار دی، دا سلوش کاله کېږي. جاله دی، شیریخ دی، ام دی، میک دی، کیله دی، فالیده دی، دا شیان لرو. خلک د جالې او شیریخ میکس دا خلک مینوال دی لري. ځینې غویي شودې دی دې ځای نه راوړو د کورونا، خو نور موادونه دی کابل نه راوړو، کابل نه بل مملکتونه راوړي، نور یو قسم 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 مواد لري. نو دغه ټول یو اواسانه دی، سپینګیری ځوانان ماشومان
دا طالبان دا خلق ډیر راتله مسافران دا خلق ډیر زی امی آیس کریم هر شخص میخوره خرد کلام پیر جوانه که بس خوش دارم آیس کریم ما به نام آیس کریم کابلی خیلی مردم کوم آیس کریم خلق ډیر خوره امی شیرو والا را برنامه شیرو میگن دیگه یا بیشتر امور خوش میکنم والا جالب نمی از بهر که من فارسی گفت میزنم برادرای دیگه پشتو گفت میزنم کلش همی جالب هست خیلی به من جالب هست نمی که امی گد وقت هست دیگه من زیادر پشتو را نمیفهم دیگه دیگه یا فارسی را اکثرش نمیفهم من گفت گد وقت هست جالب همی دیگه خیلی زیاد هست دلتا خلق در رزی در گرمی پر وقت که موسم در خلق رزی اسکریم تا مراجعه کی د څو تنه هیوادوالو خبرې مو واورېدې اوس رازول یو بل استاد سره چې آیس کریم خپل جوړی له سره خبرې کو استاد کول ځان ته معرفي کوي او بیا درته وایي چې آیس کریم تاسو له څه شی جوړوي د مواد څه شی دي مننه نوم رحیم الله مزای ده او آیس کریم چې دا بس موږ دا تازه شیدونه جوړو لکه دا عموما بازار کې د لبنیاتو کې خرڅي دا شو دی راړو بیا غا شو دی چې دی دا یو ری پخو سی پخې سی غنه باد بیا برا ورا چوا برا په ګرم شو دی خوي دی کی دی لپاره او شو دی چې پخې سی بیا دی لپاره خې دی سی مثال هغه پوخ راځي کنه او دا د شو بری ورا چول نه روسته بیا موږ امر تیار راوړې ام سپینی بس ما غا مر چو په حال دی ام موسم ده کیرینم استفاده کو خو اوس په حال دی ام موسم ده نو امر چو او کیرینم جوړیږي کیرې بیا کیرې موسم کیرې جوړو دی هم موسم کې د ام اسکریم جوړو کوم خلک ډیر مراجعه کوي نن سبا کې استاسې تلحال کو د اقتصاد کتو باندې ځوانان ډیر مراجعه کوي بیا ماشومان دي ځوانان دي او ډیر مراجعه کوي ډیر مننه استاد زموږ مودن درنو لیدونکو د نن ورځې خبرونه تر همدې ځای وه زه یوسف علي په تر بیا په خدای سپارم خدای په امان دوباره خوش آمدین و رامین جان نظریات مردم را هم که دیدیم بله کسی پیدا نشد که بگویم من خوش ندارم طعم لذیذ داره نه خرد میشناسه نه کلان میشناسه در هر سن و سالی که باشه فقط اگر جان ما جور باشه آیس کریم لذت بخش است در هر فصل سال یک رقم گفت در گوش ما زدی خب به خاطر که پیشتر گلوندرد بودی نه در اول برنامه بسیاری وقتا اگه متوجه باشی وقتی گرچن هوا گرم می باشه نوشیدنی بسیار سرد که میخوری یا مثل شیر یخ بخوری، آیس کریم بخوری، جوس بخوری، حتی میوه های بسیار سرد که بخوری در همون گرمی تو را خنکی میگیره. یک لرزه از سردی میگیره که دوباره او پس ما یک بیماری را با وجود میاره و خودت نمیفهمی در این گرمی من سردم است، من گرمم است، من مریض استم. آره چی شده؟ بدن تایران میمونه از من گرمی کنم یا سردم شه. بله دیگه خب چون امی سیستما به هم میخورنی؟ بله. به خاطر دوستان متوجه باشن مصرف کنن به اندازه مصرف کنن و به اندازه مصرف کنن دوامدار مصرف کنن دقیقاً و تشکر از اینکه تا اینجا با ما بودین دقایق آخر برنامه هست امیدوارم از برنامه امشب ما لذت برده باشین گچنا میفهمید دلتان میگین که از این برنامه‌تون دل کل ما را آب کردین خو خیر باشه دیگه موضوع خیلی خوبی بود امیدوارم حداقل از این موضوع لذت برده باشین خیر است که نخوردین یک تعداد دوستان اگه گفته باشه نوش جانتان یک تعداد دیگه گفته زارتان شوه نه هیچ دیگه و نمیزنن نمیزنن البته از کامنت یوتیوب خوندیم میفهمیم امیدوارم شما بله. هم لذت ببرین از هوای گرم و شیریخ مزه‌دار و آیس کریم نوش جان بکنین امیدوارم که همیشه لبتان خندان باشه و دلتان شاد باشه بله شبتان خوش وقتتان بخیر تا برنامه‌های بعدی علی یار مددگارتان